شما گرفتار کردید مردم رو. این اقتصادی است کشور شما به اینجور بود انداختید. ما برای دولت، برای کسب و کار، برای خانواده و معیشت مردم برنامه داریم. این مدیریت حلقه مفقوده کشوره. دنبال یک مدیر مقتدر جهادی میگردن بره کارهای کشور رو سامون بده. چرا اجازه نمیدید این کار اتفاق بیفته؟ بنده به دنبال جهش تولیدم و به دنبال خلق ثروت و توزیع مناسب بود که برنامه‌های جدی هم در روحانی با پول جیب مردم خودش رو اداره کرد و از تورم ارتزاق کرد. هیچ کس قبول نیست، قبول نمی‌کنه مسئولیت این دولت رو نمی‌پذیره. نه ایشون می‌پذیره، نه آقای روحانی می‌پذیره، هیچ کس نمی‌پذیره که نه اصلا از فضا اومدن این بلا رو سر ما آورد. ما بخش عمده‌ای از تصویر بودجه کشور متأسفانه با خلق تورم در حال تأمین هست. الان مسئله اینه که زانوی دولت بر گردن مردمه و کاری که باید دولت بکند اینه که زانو خودش رو از اون گردن مردم برداره. ما یک نظام تحولی طراحی کردیم. برنامه اقتصادی که من طراحی کردم یارانه 450 هزار تومانی رو حتما پرداخت خواهم کرد. مسئله کسب و کارهای خانگی رو جدی میگیرم. مسئله نهضت خانه‌سازی ایرانیان رو برنامه ریزی کردم. اگه میخواییم فقر و فساد و تبعیض از بین بره، اولین کاری که میکنیم باید از تکرار دولت‌های گذشته به طور جدی جلوگیری کنیم. به والله قسم، به خدای متعال قسم میخورم، اگر دولت‌های گذشته تکرار بشه یک فاجعه بزرگی شما رو در بر خواهد گرفت. نباید بگذاریم این